دانشمون کهنگی به ما به خورد ما میده، ولی حالا یه فطرتی ما داریم که این اصلا اهل کهنگی نیست، این همش نوعی میخواد به شما بده، فلذا من اینو نمیتونم بر نمیتابمش، شروع میکنم با این جنگ کردن. چجوری جنگ میکنیم؟ همین سوالاتی که پیش میاد، یک کلمه ما میگیم دانشو بذارید زمین به همه بر میخوره، ما که نمیگیم بریزید دور، ما میگیم یه لحظه بذارید زمین ببینید بدون اون دانشات نگاه میکنید به دنیا چطوری میبینید، اصلا فرقی میکنه یا نه؟ همین که متوجه این فرق شدید، بعدا اون دانش ها رو بردارید برید هرچی هم دانش تو دنیا جمع کنید، کسی مخالف دانش نیست، ما مخالف دخالت دانش تو ادراک شماییم، یعنی من که نه البته ایشون، این دوتا فرق هست بینش، این که من یه چیزی رو اصلا بگم هیچ ارزشی نداره، یا این که بگم این ارزش الان مانع شده که تو رابطه درستی با زندگیت پیدا کنی، تا اصلا نمیدونی زندگی چیه، تا همش تو قید این به اصطلاح منطبق کردن اون ذهنیات ترسی با این اتفاقاتی که پیش میاد، یعنی دائم تلاش میکنید صحنه رو یه جوری بیارایی، اتفاقات رو یه جوری باعث بشی پیش بیاد که اونی که باورته اتفاق بیفته، نه اون چیزی که به صلاحته. حالا این آدم زنونامی اسم برده اینجا، این در اصل نوعیه، پیدا شده و این ما بر نمیتابیم. حالا میگه نیست امکان با کشیدن این لگام، گرچه زین ره تنگ می آیند آب. برای پیدا شدن این نوعی چاره‌ای نیست، این به اصطلاح قانون هستیه، قانون هستی اینه که چون هستی میخواد متکامل بشه، تکامل هستی فقط با پیدایش چیز نو اتفاق میفته، چیز کهنه که 10 میلیون سال هم یه چیز همین بشه دوباره همین باشه که تغییر نمیکنه چیزی، همیشه باید نوعی بیاد تا هستی متکامل بشه. پس میگه امکان با کشیدن این لگام نیست، شما قادر نیستید کاری بکنید که نوعی به وجود نیاد. از طرف دیگه گرچه زین ره تنگ میآیند آن، ولو اینکه ما خوشمون نیاد از نوعی بیزار باشی، ولی این اتفاق میفته. خسته نباشید. Thank you.